سلام، به صفحه دو خوش آمدید. من فرناز غازی زاده هستم. عیسی آل کثیر، ستاره پرسپولیس، چند ساعت پیش از بازی با النصر محروم شد. دلیل حرکت او بعد از گل با پاختاخور که چشمش را کشیده بود. هرچه او توضیح داد که این حرکت بدون هیچ معنای نجات پرستانه به یاد برادرزادهش انجام می شود و بارها پیش از این همچنین کرده، کنفدراسیون آسیا به هر حال او را محروم کرد. همین باعث راه افتادن موجی از حمایت از او شد. بسیاری از چهره‌های فرهنگی، ورزشی و هنری عکس‌هایشان را با چشم کشیده به عنوان دهنکجی به النصر و کنفدراسیون در اینستاگرام پست کردند. این برنامه درباره تصمیم کنفدراسیون آسیا نیست که بسیاری هنوز درباره سیاسی بودن آن و اینکه چه کسی مقصر است با هم در جدالند. بیشتر تمرکز ما در این برنامه بر این است که آیا جامعه ایران نسبت به رفتارهایی که برای سایرین معنای نجات پرستانه دارد ناشنا یا بیتفاوت است. یک سوی داستان این است که رفتار بازیکن پرسپولیس بدون نیت نجات پرستانه بوده، اما سوی دیگر این است که چرا بعد از روشن شدن اینکه از این رفتار معنای نجات پرستانه برداشت می شود، چهره های فرهنگی و بخش قابل توجهی از طرفداران دست به چنین کاری می زنند. آیا جامعه ایران نسبت به نجات پرستی بیتفاوت است؟ دو میهمان داریم. ایمان گنجی، پژوهشگر فلسفه از آمستردام هلند با ماست و محمد حسین مهرابی، پژوهشگر فرهنگ از استکهلم سوئد. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای گنجی، از شما میپرسم، آیا به نظر شما جامعه ایران نسبت به نجات پرستی بیتفاوته؟ من فکر میکنم که سلام خدمت شما، سلام عرض میکنم خدمت مهمونتون. من فکر میکنم ما نمیتونیم خیلی کلی بیاییم در مورد جامعه ایران به صورت کلی بحث بکنیم، ولی به هر حال ما یه گرایشی داریم که نسبت به نجات پرستی حساسیت کافی وجود نداره. همونطور که خودتون گفتید، همین مثال آقای عیسی آل کثیر یک نمونه در این مورده، هم مثال خوبی هم مثال بدیه. مثال بدی از این جهت که مسئله شخصی شده. ما میدونیم آقای آل کثیر عرب اهل دسفول، مادرشون توی تلویزیون عربی صحبت کردن، برادرزادهشون گفتن، گریه کردن، ولی خب این بخش شخصی و فردی مسئله اون قسمت اصلی مسئله نیست. اتفاقا اون جایی مثال خوبی میشه به خاطر همون حاشیه‌ای که شما اشاره کردید که به یک مشکل ساختاری اشاره میکنه. همین علارغم این که ما میدونیم که این باریک کردن چشم ها به هر حال برای نژادهای آسیای شرقی، آسیای میانه و حتی هزارها که ساکن ایران هم هستن، ساکن افغانستان هستن، یک توهین نژادیه، بازم میبینیم که سلبریتی ها میان چشماشون رو باریک میکنن. میبینیم که مدیر پرسپولیس آل سعود رو میکنه آل کثیف. میبینیم با اینکه خود آقای آل کثیر دسفولیه، توهینای نژادی علیه عرب ها بالا میگیره. این اتفاقا باعث شد که حتی رسانه ایران هم واکنش نشون بدن. اما اگه شما مثلا گزارشی مثل روزنامه شرق یا گزارشی مثل ایسنا رو بخونید، میبینید که شروع میکنن با گفتن این که بله، اینا مال ما نیست، ما نجات پرست نیستیم، بعد به طور پارادوکسیکالی آخرش میان انتقاد میکنن که ولی ما رفتار نجات پرستانه نشون بدیم. بنابراین پس آیا ما یه مشکل ساختاری داریم؟ آیا تاریخی از نجات پرستی و دگرهراسی داریم؟ به نظر من بله. ما فراموشی تاریخی داریم، به یاد نمیاریم که بردهداری و تجارت برده تو ایران به طور واقعی اواخر دهه 1920 بود که خاتمه یافته. ما هنوز بلک فیس رو صورت حاجی فیروز داریم، روش تعامل ملی صورت نمیگیره. ما به شکل پارادوکسیکالی واسه اینکه بگیم ایرانیان نژاد پرست نیستن، به خصیصه نژادی ایرانی بودن اشاره میکنیم، میگیم که تو ایرانیان نژاد پرستی نیست. ما این مشکل ساختاری رو به نظر من باید کنار ناسیونالیسم و ملی گرایی ببینیم و فوتبال به عنوان یکی از این حوزه هایی که همه جا با ناسیونالیسم و ملی گرایی گره خورده، نظر من نمونه خوبی واسه اینه. ما اگه گزارش سال 2018 مؤسسه فیر که در مورد نجات پرستی تو فوتبال در سرتاسر جهان در مورد تبعیض نگاه بکنید، تو صفحه 11 به ایران اشاره کرده، یک توهین نژادی علیه ترکای ایران که ما از بچگی باش آشناییم و هنوز دوباره تعامل ملی روش صورت نگرفته، و یک توهین نژادی از سوی یک مربی به یک بازیگر سیاه پوست، بازیکن سیاه پوست تیم رقیب که بهش توهین نژادی کرده. به هر حال یعنی ما مثال‌هاشو می‌بینیم، می‌دونیم که به بازیکن کرد استقلال این اتفاق افتاده. بنابراین به نظر من ما با یک مشکل ساختاری طرفیم. آقای مهرابی، نظر شما چیه؟ آقای گنجی میگن یک مشکل ساختاری است و سوابق تاریخی هم داره. درود بر شما، زما باد بر جان آن کس درود که داد و خرد باشدش تار و پود.
درود دارم بر شما و بر مهمان گرامیتون و همطور بر تمامی هممیهنانمون در سراسر جهان گیتی. من یک کمی زاویه داره نظرم با جناب گنجی. ببینید، اساسا من خودم تصور میکنم این بخش عمده ای از این وضعیت، اولا فقط میشه گفت که به ویژه در ساختار ورزشی، شاید در طی این 20-30 سال اخیر به ویژه شاهدش بودیم. من خودم تا اونجا که اطلاع دارم و مطالعه کردم همچین چیزی رو پیش از انقلاب یا حتی پیش از اون ندیدم، خیلی کم اگرم بوده. داره ساختار سیستماتیک میشه. من تصور میکنم فراموش نشه اون ور قضیه رو ما ببینیم که دولت ناکارا و سیستم ناکارای مثل جمهوری اسلامی، چون دیگه واقعا عاجز شده از اداره کردن مملکت، میتونه این براش بحران آفرینی بکنه. اینو به عنوان بحران آفرینی تلقی بکنه. فراموش هم نکنید که تمامی در واقع ببخشید آقای مهرابی، چی رو بحران آفرینی تلقی بکنه؟ ببینید، عرض میکنم خدمتون، فرض بفرمایید اتفاق سابق بر این هم افتاده بود که در ورزشگاهی مثل تبریز، که ما فراموش نشه که این ورزش خود تبریز جایگاهش برای ملت ایران چه جایگاه بزرگیه. در انقلاب مشروطه ما ستارخان رو ازش میبینیم که بیرون میاد و منجی انقلاب میشه. فراموش نکنید در یک ورزشگاهی که در قلب ایران نهفته است، در سر ایران نهفته است، شعار مرگ بر فارس میدن و هیچ عکس العملی حاصل نمیشه. شخصا نظرم این است که این کار دولتی هاست و در واقع بعدشون نمیاد که این در واقع ولی آقای مهرابی، آیا فکر میکنید که این که مثلا شعار مرگ بر فارس داده میشه هم سوی نژادی داره، یا چون اشاره کردند آقای گنجی به در واقع رفتارهایی که در مورد ترک ها در سالیان سال به هر حال دیده میشه، در ایران خیلی اتفاق میفته، از آن سو هم اگر که چنین رفتاری اتفاق بیفته، آیا هر دو رو نژادی میبینید یا اصلا فکر میکنید هیچ کدوم سوی نژادی نداره؟ اگر اجازه بدید من میتونم یک کوچولو راجع به اصلا تاریخچه ملیگرایی هم صحبت بکنم. اصلا ما ملت ایران بنا به اون بیشینه‌ای که به قول هگل میگه اولین ملت تاریخی هستن ایرانیان، این سنت تساهل و مدارا که بنیانش با امپراتوری هخامنشی نهاده شد، من فکر میکنم این سنت همچنان در تک تک ملت ایران موجود هست. به عبارتی ما نه آنچنان تعصب و مذهب داشتیم و نه عرض شود که روی نژاد و قومیت ها، به خاطر اینکه یک امپراتوری فراخ و گسترده بودی که هیچ وقت مذهب رسمی هم درش اعلام نشد، دست کم در دوره هخامنشیان و اشکانیان. همینطور انواع و اقسام قومیت‌های مختلف در کنار هم در این امپراتوری زیست کردند و تا به امروز هم زیست کردند. من فکر می‌کنم این جریان بوداری هست و در واقع فراموش نکنید که اصلا مدیران باشگاه‌های ما در ایران اغلب سپاهی هستند و در واقع مسئولیت در واقع دولتی دارند و اینا اصلا بعدشون نمیاد دامن بزنن به این تفرقه افکنی و تفرقه پراکنی. ملت ایران من تصور می‌کنم که در طی این چند هزار سال در کنار هم در شادی ها و غم های همدیگه زیست کردن و در مشکلات هم و در مشکلات کنار هم هم بودن. ما فراموش نکنید که در زلزله ورزقان یا زلزله کرمانشاه پیرزنی که متعلق به گناباد بوده و در عمر شاید ترک ندیده، یا در عمر شاید آذری بهتر بگم، یا در عمرش حتی کرد ندیده، اما میاد کمک میکنه، میگه این هموطن منه. متوجه شما دارید اشاره میکنید به وضعیت قومیت های درون ایران، اما سوال من کمی فراتر از این نگاه، حالا آقای گنجی به درستی اشاره کردن نمیشه گفت که کلیت جامعه همه مثل هم، ولی من سوال اصلی اینه، آیا به نظر شما اون حساسیت هایی که به نظر میاد به خصوص صرف بعد از جنگ جهانی دوم در مورد نژاد پرستی در دنیا خیلی جدیتر داره دیده میشه، آیا در ایران وجود داره اصلا یا نه؟ من خودم قاضی‌زاده عرض میکنم خدمتتون، من تصور نمیکنم، چون فراموش نکنید اتفاقا ما خودمون یه ضرب المثل که چه عرض کنم، یه چیزی داریم که میگیم ما مهمان نوازیم و در واقع غریبه پرست و بیگانه پرستیم، عین واقعیت هم هست. اتفاقا ما نقطه ضعفمون اینه که بسیار بسیار خارجی دوستیم، سیاه و سفید هم برامون معنا نداشته، خیلی هم خوب پذیراشون بودیم. من فکر نمیکنم، من تصور میکنم به ویژه پس از انقلاب، اونم ناشی میشه از بخشی از بدنه نظام یا شاید هم همه نظام،
به طور سیستماتیک اصلا بعدشون نمیاد که این تفرقه ایجاد بشه و بتونن حکومت بکنن. آقای گنج، نظرتون رو بگید. من چند تا نکته رو باید بگم. یکی این که ما وقتی در مورد نجات پرستی توی دولت ملت مدرن حرف میزنیم، داریم از این موضوع مدرن حرف میزنیم. من در مورد تاریخ باستانی ایران حرف نمیزنم. من به طور مشخص از وقتی که مدرنیزاسیون وارد ایران شده، از یاد نبریم، من اشاره کردم بردهداری در ایران به صورت واقعی اواخر دهه 1920 تموم شده و این بردهایی که به ایران تجارت میشدن در اتفاقا توی همین سازوکارهای مدرنیزاسیون به کار گرفته شدن به عنوان نیروی کار ارزون. علاوه بر این، یک جایی من با آقای مهرایی موافقم، بله سوء استفاده حکومتی از این اتفاق میفته. ناسیونالیسم عموما، ناسیونالیسمی که با نجات پرستی گره میخوره، اصلا این ابزار حکومتیه. ما تو تعطوی نظریه سیاسی این رو چی تعریف میکنیم؟ به عنوان یک ابزار حکومت داری که ارزش زندگی بعضی از جمعیت‌های یک کشور رو نسبت به بعضی از جمعیت‌های دیگه یک کشور بیشتر میدونه، واسه همین اون جمعیت هایی که به حاشیه رونده میشن که ذیل هویت ملی اصلی اون دولت ملت تعریف نمیشن آسیب میبینن. حالا این نکته که ما الان توی موقعیت خیلی حساسی قرار داریم، خیلی از روشنفکرا میگن تنش های قومی، تنش های اقلیت های ملی با هویت ملی ایرانی بالا گرفته، این تنش ها ممکنه به جای بدی برسه. این کاملا درسته. نتیجه ای که از این مشاهده میگیرن نتیجه غلطیه. هر وقت که مطالبه ای از سمت این هویت های تاریخاً به حاشیه رونده صورت میگیره، به تجزیه طلبی متهم میشن، به قومگرایی متهم میشن و خب خاص این یعنی اینکه اینها رو سرکوب بکنید. از این سرکوب هاست که اتفاقا خونریزی شروع میشه. بنابراین روشنفکرای ایرانی به ویژه اونهایی که متعلق نیستن به هویت های حاشیه ای باید گوشاشون رو تربیت بکنن که صداهایی که برای دهه ها شنیده نشده، مطالباتی که برای دهه ها شنیده نشده رو بتونن بشنون. از سوی دیگه بعد از این جست صرفا سطحی به اصطلاح حقوق بشری هم فاصله بگیرن. آقای گنجی ببخشید من وارد صحبتتون میشم، من به نظر میاد که این بحث بیشتر میره به سمت قومیت های در داخل ایران که به هر حال این مسئله جدی هست. این مسئله نژادی در میان در واقع اینکه بعضی از قومیت ها خودشون رو نسبت به بعضی دیگر برتر میبینن همه جا هم وجود داره، خیلی جاهای دیگه هم وجود داره. مسئله عمده اینه که آیا دولت ها و آیا مراجع فرهنگی و آموزشی در این باره به درستی عمل می کنند که مثلا جلوی خطرآفرینی این نوع نگاه رو بگیرند؟ نظر شما چه آقای گنجی؟ بله خب بنابراین ما بحث رو داریم میبریم به سطح دولت، چون وقتی ما از نژاد پرستی حرف میزنیم هم دولتی هم اجتماعی. اگر در مورد دولتی داریم حرف میزنیم خیر، این کارو نکردن. ما همین الان مثلا شما اگه اشاره کردید به بعد از جنگ جهانی دوم، اگه الان سرچ بکنید برای سایت هایی که نازی ها و نئونازی های ایران تشکیل دادن، یک انبوی از سایت پیدا میکنید. من برای اینکه تبلیغ نشه اسم سایت رو نمیارم، ولی مثلا دامنهایی دارید مثلا یه بخشش از نازی، آخرش از .ir. اینها به کجاها لینک میدن؟ به قرارگاه عمار، به رجا نیوز. بنابراین بله، یا یک سوء استفاده دولتی ما از این داریم، برای اینکه خب مثلا این سایت ها میان مثلا مینویسن که بر فرض پهلوی ایرانی نام. از اون طرف دیگه شما میان اپوزیسیونی رو دارین که میاد میگه که این اپوزیسیون هم اتفاقا اپوزیسیون دولتی، اپوزیسیونی که میخواد فقط دولت تشکیل بده، خیلی کاری به تضادهای اجتماعی نداره. اون وقت میاد میگه این حاکمان ایران اشغالگرن. بعد واسه اینکه بله ما به لحاظ دولتی مشکل جدی داریم. اون بر شما به لحاظ دولتی به نظر میاد که آقای مهرابی هم با شما موافقند که این مسئله ریشه دولتی داره. ولی آقای مهرابی مثلا این واکنش اخیری که دیدیم در حمایت از آقای آل کثیر که بخش عمده ای از چهره های فرهنگی و هنری وارد شدن و این کار رو انجام دادن بدون اینکه بخوایم قضاوتی بکنیم در موردش، نشون میده که این افراد نسبت به اون چه که نرم هایی هست که در بخش بزرگی از جامعه جهانی پذیرفته شده است بی تفاوت هستند. دست کم اونها رو به رسمیت نمیشناسن، چون مثلا آقای آل کثیر به خاطر همین رفتار محکوم شده ولی اونها عیناً همون رفتار رو باز تولید میکنن. فکر میکنید چرا بی توجه هستند یا بی تفاوت هستند به این رفتار؟ خانم قاضی‌زاده، من فکر میکنم یه بخش عمده ایش این عدم فرهنگ سازی بوده که خود این دولت مسببش بوده و من تصورم میکنم بعدش هم نمی اومده. یه بخشش اینه. ولی اگر اجازه بدید من یه کوچولو راجع به بیانات جناب گنجی بگم بعد برمیگردم. اونم اینی که فرمودن که ما بردهداری سیستماتیک داشتیم تا اواخر 1920.
ببینید این دوره قاجار اینا خودشون این کارو میکردن و فراموش هم نکنید که ملت ما این هست، اسنادش هم هست، خیلی از این مردمانی که خب متعلق به سرزمین فلات ایران نبودن و اغلب از در واقع شرق آفریقا وارد ایران میشدن، اینا رو پذیرا میشدن در خانواده هاشون. من میخوام فرق بذارم بین اون سیستم عملیاتی که دولت های وقت انجام میده به ویژه قاجار، چون خب در پهلوی اونا ما شاهدش نیستیم. در قاجار اگرم این کار میشده، عرض کردم مردم ما اونایی که درآمدهای خوبی داشتن اینا رو پذیرا میشدن و اسامی خیلی خاص و با ارزشی هم رو اینا میذاشتن، با اینکه اصالتا اینا متعلق به فلات ایران هم نبودن، از جمله الماس، از جمله زمرد و اینا طنز نیست که تصور کنید، چون اشاره کردم به حاجی فیروز و اینها، اون یک داستان دیگه داره، یک داستان باستانی داره، اصلا بس در واقع مسخره کردن یک نژاد خاص نبوده. رجوع میدم جناب گنجی رو یه مطالعه بفرمون در مورد داستان حسن حاجی فیروز که اصلا خب نیست. آقای مهرابی اگه بیایم جلوتر، حالا ما بحث رو اجازه بدید که حالا ما واردش نشیم برای اینکه بحث گذشته است. بحث فعلی رو، همین مسئله ای که به هر حال سالهاست افغان ها میگن در داخل ایران باهاش درگیر هستن، مسئله بسیار جدی هست، هم رفتارهای اجتماعی که باهاشون میشه، هم رفتارهایی که به قول شما دولتی هست علیه اونها، این رو چطور میشه توضیح داد؟ بله خانم عزیزاده، برعکسش هم شما ببینید، ما خیلی از ایرانی ها هستن که انجوهایی دارن برای حمایت از برادران افغانی خودمون، خیلی ها هستن در ایران، اتفاقا دولت همچین حمایتی هم نمی کنه. عرض میکنم اگر این دولت فعلی همینجوری که ظلم میکنه علیه اقلیت ها و همینجور مهاجرها، علیه خود ملت شهروندای ایران هم داره ظلم میکنه، هیچ فرقی نمیکنه، ما هممون مظلوم هستیم در مقابل این حکومت اهریمنی. من نظرم اینه، این نیست که حالا فرض بکنید که در واقع پیکان حمله دولت به سمت مهاجرای افغانی باشه و به سمت دیگر رو نباشه. شما فراموش نکنید همون افغانی که اگر بخواد آلت دست حکومت قرار بگیره، خیلی میتونه جایگاه خوبم داشته باشه، چرا نه؟ متوجهم. بذارید از آقای گنجی این سوال رو بکنم. آقای گنجی، آیا ملیگرایی، وطن دوستی و نژاد پرستی شما مشابه هم میبینید؟ بحث این هستش که به هر حال شما الان جامعه‌ای دارید، جامعه ایرانی سالهاست که بحث ملیگرایی براش به نظر میاد که یکی از راههایی هست که از یک سری مسائلی که به هر حال درگیرش هست میخواد فرار بکنه. آیا فکر میکنید اینها رو باید با هم راستا دید؟ خیر، ملی گرایی و نژاد پرستی قطعا هم راستا نیستن، ولی ملی گرایی از مکانیزم نژاد پرستی استفاده میکنه. چرا؟ چون میخواد یک هویت ملی توپر بسازه. وقتی که شما یک هویت ملی میسازید مبتنی بر یک سری ویژگی، وقتی یک کل میسازید حتما یه سری استثناءهایی رو از اون خارج میکنید. شما اگه به گفتارهای ناسیونالیست ایرانی نگاه بکنید میفهمید که کدوم هویت ها به حاشیه رونده شدن. و شما خودتون به افغان ها اشاره کردید، افغان ها یا شهروندای افغانستان در واقع هم از طرف دولت های اصلاح طلب، هم از طرف دولت های اصولگرا بعد از انقلاب، اینا هی وضعیتشون بدتر و بدتر شد. در دولت آقای روحانی ما از وزیر کشور شنیدیم که به 19 استان اینا پاسختون با آقای مهرابی چیه که میگن مردم ایران خودشون هم تحت ستم هستن دیگه، خب وضعیت همینه دیگه. بله، شما قطعا خب یه سری ستم و در مورد یه ستم عمومی دارید، چون که یک حکومتی دارید که حکومت ستمکاریه. در این حال شما نمیتونید سلسله مراتب هویت ها رو انکار بکنید. ما یه چیزی به اسم امتیاز ویژه داریم واسه هویت هایی که هویت های اصلی هن. مثلا همین چند وقت پیش وقتی ترامپ اون برنامه آموزشی وایت پریویلیج و ریشال سنسیتیویتی رو حذف کرد، ازش انتقاد کردن، واسه چی بود؟ واسه اینکه شما وقتی یک هویت اصلی هستید امتیازهای بیشتری توی یک جامعه دارید. معلومه که شما اگه تهرانی باشید، فارس باشید، شیعه اثنااشعری باشید، از یک بلوچ سنی که مثلا در چابهار توی زاغه ها زندگی میکنه و حتی شناسنامه نداره و میزان دسترسیش به آب تمیز 10 لیتره، در حالی که استاندارد میزان دسترسی به آب تمیز 100 لیتره. حتی در سرزمین های اشغالی فلسطین که وضعیت خرابه کمترین میزان متوجه. ولی آقای گنجی، این چطوری به مسئله نژادپرستی مربوط میشه؟ خب بله، شما وقتی که در مورد یک نژادپرستی ساختاری دارید حرف میزنید، در مورد تشکیل یک
هویت ملی دارید حرف میزنید یک فرایند تاریخیه. مسئله این نیست که آیا من نژاد پرستم، آقای آل کثیر نیت نژاد پرستانه داشته، خیر هیچ کدوم از اینا مطرح نیست. ما داریم در مورد مسئله ساختاری حرف میزنیم که تاریخاً به وجود اومده. شما مثلا اشاره کردن که برده ها در ایران اسمشون الماس و زمرد و مروارید و اینها بوده. بله، به خاطر اینکه اول که این برده ها می اومدن کار اصلیشون این بوده که داخل دریا برن دنبال مروارید بگردن. میگن که ازشون پذیرایی میکردن. بله، بازارهای خصوصی داشتیم ما در خانه ها توی ایران، به صورت عمومی این بازارها نبوده. رفتارها بله از آمریکا بهتر بوده، ولی به هر حال اینا برده بودن، اینا نیروی بودن که کار میکردن، بهشون مزد پرداخت نمیشده. ما در هیچ شرایطی نمیتونیم بگیم که این اتفاق خوبی ولی بوده. ولی آقای گنجی، آیا میتونید رفتارهایی که امروز از جامعه ایران در مورد در واقع هویت‌هایی که شبیه هویت اصلی در ایران، هویتی که هویت اصلی شناخته میشه نیستند رو با این توضیح بدیم که یک سابقه فرهنگی مثلا حالا نژاد پرستانه ممکنه وجود داشته باشه یا سابقه فرهنگی بردهداری به اونطور که شما بهش اشاره میکنید وجود داشته؟ بله، برای اینکه شما لحظه حال را رستگار بکنید همیشه باید نگاه انتقادی به گذشته داشته باشید. حال از دل خلأ در نیومده، از دل یک تاریخ در اومده، از یه سری فرآیندها و مکانیزمی در اومده که این تاریخ رو ساختن. شما اگه الان میخواید ببینید که چرا در 19 استان ایران نمیشه افغانستانی‌ها رفت و آمد بکنن، چرا کارهای به شدت پست فقط از طرف دولت روحانی برای اونها در نظر گرفته شده، این که چرا این جمعیت مهاجران افغانستانی که اتفاقا زبانشون با ما یکیه اونقدر ارزش ندارن که یک کاری داشته باشن که بیمه داشته باشه، یک کاری داشته باشن که حقوق درست داشته باشه، این که ارزش گذاری میشه بین جان آدم ها واسه اینکه اینا رو بفهمید باید هم تاریخاً بررسی کنید، هم مکانیزم های دولتی رو بررسی کنید، بله. هم پاسخ های اجتماعی الان. آقای مهرابی بفرمایید. بله، بعد عرض کنم که خود ما شاهد هستیم که در طی این 40 سال اصلا اساس نظام جمهوری اسلامی بر اساس امت بوده نه ملت بوده. برای جمهوری اسلامی شما کافیه شیعه، به قول ایشون شیعه اثناعشری باشید و با حکومت باشید. بنابراین فرقی نمیکنه شما افغانی باشید یا کرد باشید. مگه ما کردی نداریم که حقوق مردم کرد رو ضایع دارن میکنن؟ ممکنه فرموندار باشن، ممکنه استاندار هم باشن، دستور از بین بردن هم قومیای خودشون هم بدن. چرا؟ چون با حکومت دارن همکاری میکنن. بنابراین این گفته که این نژاد پرستی وجود داره اصلا برای این نظام اون نژاد پرستی به اون معنا مفهوم نداره. شما من سوال رو اصلا یه از یه منظر دیگه بکنم، چون بحث عمده من در این برنامه من میخواستم روی این تمرکز بکنیم که چرا حساسیت بین المللی رو در ایران جدی نمیگیرن. مثلا اینکه افراد چشمشون رو بکشن در همه جای دنیا به نوعی توهین به نژاد زرد محسوب میشه. چرا فکر میکنید آقای مهرابی در ایران این حساسیت درک نمیشه یا اصلا بهش توجهی نمیشه؟ بله خانم عزیزاده، من عرض کردم خدمتون این میتونه از در واقع مدیاهای حکومت به اصطلاح مضمون شناخته بشه و باید گفته بشه. ملت ما بدون این که بدونن، من قطعا اینو میتونم بگم، من بعید میدونم که اینا واقعا روی قرض و ورزی بوده و همونطور که خود ایشون گفته، اما اون نادیده گرفتن رو خب شما باید برگردونید توپ رو تو زمین حکومت بندازید و چرا این آگاهی‌ها رو به مردم ما نمیدن. نه اینکه مردم ما ذاتا نژاد پرست باشن، من تصور نمیکنم، نژاد پرستی رو تصور نمیکنم. آقای گنجی شما با این ارزیابی موافقید؟ به نظر من ما نمیتونیم فقط بگیم که در این 40 سال ما با یک دیسکورس نژاد پرستانه یا حالا دیسکورسی که مبتنی بر تبعیض به هر حال نژادی یا تبعیض قومیتی بوده طرف بودیم، ما قبل از انقلاب هم یا همچین مشکلاتی داشتیم. شما اگه از مبارزان کرد، عرب اینا صحبت بکنید این اتفاق افتاده. مگه بعد از انقلاب چی شد که سرکوب در کردستان و در ترکمن صحرا اینا اتفاق افتاد یا حتی در اهواز؟ چون که این میخواستن که حق حاکمیت و سرنوشت خودشون رو داشته باشن، در این حالی که بخشی از ایران هم قبل از انقلاب هم نداشتن، اونا هم بخشی از انقلاب بودن. مگه فقط نیروهای انقلاب مثلا این نخبگانی بودن که الان حکومت رو در دست دارن؟ خیر، ما
هر حال به نظر من این سابقه سابقه تاریخی خیلی بیشتریه، و در مورد اینکه چرا این حساسیت به وجود نیومده، به خاطر اینکه ما بیش از حد هم روشنفکرانی که الان منتقدن، مخالفن، اپوزیسیونن و هم کسانی که داخل حکومتن بیش از حد روی گفتارهای ناسیونالیستی حرف زدیم. ما داریم میگیم که از ژنتیک ایرانی دزدی نکنن. آخه این یعنی چی؟ ما حتی وقتی که میخوایم توجیه کنیم که ما نژاد پرست نیستیم، میگیم که چون نژادمون ایرانیه. خب این پارادوکسیکال. وقت کمه، بذارید من 30 ثانیه هم به آقای مهرابی وقت. آقای مهرابی بفرمایید. بله بله خانم قاضی زاده، من نمیدونم کی گفته ایرانی اشاره به نژاد ایرانی کرده یا نژاد. اولا نژاد دیگه یه مقوله در واقع حل شده است، و من فقط تکیم روی این هست که مردم ما در طی 2-3 هزار سال دست کم ما یکی از کهن‌ترین دولت ملت‌های تاریخ هستیم، زندگی کردن و هیچ مشکلی نداشتن، در تساهل مذهبی با هم زندگی کردن، اگرم تحریک بوده کار دولت‌ها بوده. بله. و همینطور در کنار همدیگه با زبان‌ها گویش‌های مختلف در حول یک زبان واحد با همدیگه زندگی کردن بدون اینکه مشکلی پیش بیاد. ممنونم جناب مهرابی، ممنونم آقای گنجی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید، و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه شب، روزتون خوش.